بودن. تو عروسی دیگه خانوم ترکونده بود، یعنی دیگه بکس کرده بود همه لیبیتا رو. خب حالا من اصلا با این هیچ مخالفتی ندارم، یه کسی هم امکانشو داره، یه نفرم پول میده میاد بدون زحمت براش به من مربوط نیست. اما با این کار دارم که چرا باید از بقیه بهتر باشه؟ چرا که کی گفت چرا نباشه؟ آن شما. چرا که بهتر نباشه؟ برای اینکه بهترین جای بودن در سطح عموم بودن. همرنگ جماعت. بهترین جای بودن در سطح عموم بودنه. حالا بذارید بگیم چرا. ببینید موقعی که من میخوام از شما بالاتر باشم، به چه دلیل میخوام این کار رو بکنم؟ که انتظار دارم محیط به من یه چیزی بده که به شما نمیده. درسته؟ یه بیماریه. یه غریزه است. یه غریزه است. غریزه برتری طلبی. به خاطر همین همیشه حتما استراب داره، برای که همیشه دست بالای دست بسیار است. و با کی کامپیت کنیم؟ تا کجا کامپیت کنیم؟ هر وقت موقع استرابی هم داره، پس خودش میشه بازگفت یه بیماریه. غریزه است. منتها چجوری استفاده میکنیم از غریزه؟ یعنی چجوری؟ به عبارت دیگه ما با بعضی از غریزه هامون باید زندگی کنیم، بعضی از غریزه هامون رو باید دائم کنترل کنیم. دائم کنترل کنیم. یعنی خوشش میاد آدم که از بقیه بهتر باشه. خوشش میاد که مثلا اتنشن بگیره. این مسئله مود از کجا آمده؟ یه کسی به من دو سه روز پیش میگفت که دکتر فردی، من کلاس ابن سینا شما میام، این آدمایی رو که نگاه میکنم اینا اکثرشون هم مدل خود شما و ساده، این کلاس ها رو شما باید ببرید تو نیوپورت. گفتم خب نمیان که، گفتم خب اونجا که نمیان که، ولی که واقعیتش اینه که وقتی ما دلمون میخواد که برتر از بقیه باشیم، داریم به غریزه سلطه‌جوییمون و دامیننسمون اجازه میدیم که از همه انرژی ما استفاده کنه که ما رو به اونجا برسون. حالا کار نداریم، آلفرد ادلر گفت superiority is the fruit of inferiority. به اصطلاح برتری جویی میوه حقارتیه که در درون ما هست. آلفرد ادلر اینو گفت. ولی خب حالا در ظاهر که این به اصطلاح نشون داده نمیشه خیلی. و این اسپیشل گروپ یعنی چی؟ شما پدیده مود، من یه بارم دوباره اینو گفتم. آره. آلفرد ادلر، بله. Superiority is fruit of inferiority. حالا یه چیزی رو که اینجا باید در نظر بگیریم، ما به عنوان بچه وقتی به دنیا میان از مراحل مهمی عبور میکنیم که در یک مرحلهش ما گرفتار خودمحوری، ایگوسنتریسم و خودشیفتگی مطلقیم، هیچ کس به مهمی ما نیست. خب که اینو بهش میگن natural narcissism، یعنی خودشیفتگی طبیعی. اون موقعیه که مثلا بچه شما میره با پسر همسایه دعواش میشه، بعد میاد به شما میگه که فوتش کردم خونهشون خراب شد. یعنی فانتزی هایی از قدرت خودش داره، یا مشتش زدم مثلا سگش مرد، مشت زدم به سگش مرد، یا کشتمش، یا این حرفا رو بزنم. حالا در اون مرحله خودشیفتگی طبیعی خوبه که کودک انسان این حالو داره، ولی باید به تدریج مثل یه تاول فروکش کنه و اون موقعیه که بچه میبایست توان و ناتوانی خودش رو به طور واقع بینانه ببینه. خب ما دارای یه توانهایی هستیم، یه ناتوانی هایی هستیم، و وقتی هر دوی اینها رو
بتونیم به طور طبیعی ببینیم و از هیچ کدومش متنفر نباشیم. از هیچ کدومش متنفر نباشیم. این الان میدونم این آقا ایمان به فکر دوربین خودشه. الان خدمتتون میخوام بگم او بعد از اول مبصر قایبه امروز اب نداره. او یه چیزایی انگار اینجا هست. خیلی خوب. یه چیزی که مرسی خانم بهزادی اگه لطف کنید رفت سهیلا. ببینید این مسئله رو من به مدل‌های مختلف تا حالا شرح دادم. یه خورده آب بخورین حالا دوباره فیلم نکنید. بعد شما رو سه چرخه بذارین اقلا. من خیلی ناراحت شدم که چرا انقدر دیر رفتین ابرجنسی. دیر نرفتم. من ساعت 8 احساس درد کردم و تب و ساعت 9:30 تو بیمارستان بودم. چطور درد کردم؟ اینا که ترس برشون داشته میخوام ببینن اگه چی شد چی کار کنن. هیچ اینجای دردیه که شوت میکنه کلیه شما. منطقه علامتش اینه که از پشتم همزمان میزنه. Here and there. حالا امشب خیلی ها تو خیال میکنید. امشب حالا خیلی ها تو تلقین فکر میکنید. انگار اینجا هم داره میگیره. به هر حال مصری نیست این. من میدونم. اگه مصری بود نمیومدم. بازم خوبه عمل باز نکردم. الان دیگه نمی‌کنم. الان عمل باز نمی‌کنم ولی چیز کنم؟ بیهوشی کامل می‌کنم. آه بله. بیهوشی کامل می‌کنم. هر چی فکر کردم دیدم هیچ کاری نکردم که شما ها نفرینم کرده باشید. ولی خب. از دعاهای ما بود که زود نجات بدید. ببین. این مرحله اوتیسم یا خودمحوری اولیه. خب این در یک ماه اول تولد کودک بچه اصلا در به خاطر نورولوژی و به خاطر اینکه حالا اگر بخوایم واژه عرفانیشو به کار ببریم اینه که روح متولد شده اما حواس هنوز به کار نیفتاد. اوکی. این کودک در درون خودش و حالت من جهانی ناخودآگاه داره. ناخودآگاه داره. در این حالت که اصلا همه چیز خود بچه از کاری نداره. بعد از این مرحله میاد یک ماه تموم میشه. آغاز دوره ایه که بچه به دلیل کنکشنای مغزیش، مغز ما 1 بیلیون سلول داره اما اینا به هم وصل نیست. فقط در اثر تجربه یعنی لمس بچه، غذا دادن به بچه، با گوشش بازی کردن، با صورتش بازی کردن، جلوش جقجقه تکون دادن، سلول‌های مغزی شروع به سیمبندی میکنن، یعنی با هم دیگه کنکشن برقرار میکنن. و الا با کنکشن ما به دنیا نمیایم. سلول‌ها هستن اما سیمپیچیشون انجام نشده. بنابراین از یک ماهگی به بعد این سیمپیچی شروع میشه و تو 6 ماه اولیه 6 ماهگی کودک وارد مرحله میشه به اسم سیمبیوسیس یا همزیگری. تو این مرحله سیمبیوسیس شما دانه گندمی رو مجسم کنید که یه گندمه، از وسطش یه خط کوچولویی هست که میگن دیفرنشیشن یا تمیز و تفکیک بینش هست ولی هسته اصلیش یگانه است. در این مرحله مادر و کودک مثل